با سلام و درود، تو این دوره از درس آموزش زبان انگلیسی سعی میکنم با سریال فرندز و سریال دیگه زبان انگلیسی رو به شما یاد بدم. سریال فرندز یه سریال بسیار محبوب هستش تو آمریکا، بسیار سریال قشنگی، بهتون توصیه میکنم حتما این سریال رو ببینید اگه ندیدینش. من سعی میکنم بعضی از این آیتما رو توی کانالم بذارم، فقط به خاطر بحث کپی رایت نمیتونم این سریال رو توی این ویدیوها بذارم. اگر ببینم که مشکل کپی رایت نداریم حتما این کار رو در آینده انجام خواهم داد. خب تو قسمت اول فصل اول یه صحنه ای هست، سین تو سنترال پرک، توی کافه هست به نام سنترال پرک. چندلر، جویی، فیبی، مانیکا اونجا هستن. 5 تا از شخصیتاش که بعد شخصیت ششم هم وارد میشه. این رو ببینیم که چه مکالمه بینشون رد و بدل میشه و چی گفتن. مانیکا میگه there's nothing to tell، یعنی چیزی واسه گفتن وجود نداره اصلا، یعنی چیزی ندارم بگم. He's just some guy I work with، اون فقط یه نفره که من باش کار میکنم. guy یه شخصی و یه مرد رو، یه شخصی رو میگیم guy، some guy یعنی یه شخصیه و نمیخوام مشخص بکنیم که، میگیم some guy I work with، باش کار میکنم. جوی میگه come on you're going out with the guy. go out یعنی قرار گذاشتن با یکی بیرون بره، با یه دختر یا پسر که بیرون میگیم going out، بیرون رفتن. with the guy، با اون شخص میریم بیرون. there's gotta be اینکه حتما باید باشه، gotta be حتما باید، something wrong with him، میگه با پسر داره میره بیرون حتما باشه یه چیزیش باشه. خب چندلر چی میگه؟ چندلر میگه alright Joey be nice، alright یعنی باشه، be nice خوب باش، nice باش. so does he have a hump، چنگال یا قوز یا مثلا کوهانو بهش میگن hump، a hump and a hairpiece یعنی کوهان داره، قوز داره، extension موی سر داره. فیبی میگه wait does he eat chuck، یعنی گچ میخوره. the all stare bemused، stare یعنی خیره میشن، زول میزنن، bemused هم یعنی با حیرت دارن کار میکنن. خب یک کلماتی که اینجا یاد گرفتیم to be something wrong with somebody یعنی یه چیزیش میشه، یه اشکالی داره. مثلا میگه what's wrong with you یعنی چته، چه مشکلی داری. hump گفتم یعنی کوهان یا قوز یا چنگال. hairpiece هم بهش میگن پستیش یا extension مو. chuck گچ هستش. استیر یعنی خیره شدن، زول زدن. و بمیوزد یعنی مبهوته، مبهوتن، حیرت زدن. just cause، فیبی میگه cause یعنی because، مخففه because، تو محاوره میگیم cause، میگه فقط برای اینکه. I don't want her to go through what I went through with Carl، یعنی نمیخوام اون چیزی که من با Carl کشیدم اون هم بکشه. go through یعنی از یه چیزی رد شدن، اینجا go through یعنی که همون مراحل رو رد کرده باشن، یعنی همون گرفتاریه که من کشیدم اونم بکشه. مانیکا میگه okay everybody relax، باشه همه رو بیخیال بشین، ریلکس بشین، کار نشته باشین. this is not even a date، این حتی date هم نیست. date معنی تاریخه، ولی اینجا به معنی قرار بین دختر پسر، بین خانم آقا، قراری که با هم میذارن میگن date. it's just two people، فقط دو نفرن. going out، گفتم going out یعنی بیرون رفتن دختر پسر. تو دینر، میرن شام میخورن. and not having sex، با هم دیگه سکس هم ندارن. cause گفتم یعنی because، یعنی برای اینکه. to go through، بعد وقتی کشیدن، گرفتاری داشتن، یه چیزی رو تجربه کردن. a date، قراره بین دوست دختر و دوست پسر رو میگن date. چندلر میگه sounds like a date to me، یعنی برای من که شبیه یه قراره. چون مثلا میگن که همین که میریم شام میخوریم و سکس هم نداریم میگه دیت نیست، ولی چندلر میگه برای من که همیشه همین شکلیه. alright باشه. so I'm back in high school، وقتی داریم یه چیزی رو تعریف میکنیم، مثلا یه خاطره رو تعریف میکنیم، یه خوابی رو تعریف میکنیم، از زمان حال هم میتونیم استفاده میکنیم. پس داری یه چیزی رو تعریف میکنیم، میگه I'm back in high school، فرض کنید که من برگشتم به دبیرستان. I'm standing in the middle of the cafeteria، وسط کافتریا ایستادم. and I realize I'm totally naked، میفهمم که realize هم فهمیدم، متوجه شدم. I'm totally naked، کاملا naked هم یعنی لختم.
Oh yeah, همه میگن oh had that dream. Had that dream یعنی we had that dream. این we رو این تو محاوره حذف کردیم. Had that dream یعنی منم همین خوابو داشتم. ما همین خوابو داشتیم. خب داره خوابش رو تعریف میکنه. Then I look down و بعد من به پایین نگاه میکنم. I realize there is a phone there. میفهمم که یه تلفن اونجاست. Instead of چه میگه instead of یعنی به جای یعنی پایینش رو نگاه میکنه یعنی به جای اندامهای جنسیش یه دونه فون میبینه یه دونه تلفن میبینه و بخواد همین وقت جوی میگه به جای میگه that's right درسته بعد جوی میگه never had that dream اونجا گفتن این ما این خواب دیدیم اینجا میگیم never had that dream یعنی من اصلا همچی خوابی نداشتم اونجا گفتیم had that dream یعنی خواب داشتم never had dream هرگز این خواب رو نداشتم بازم نگاه کنید از I یا V استفاده نکردم چون محاور است no چندلر میگه all of a sudden یعنی suddenly یعنی ناگهان یهویی the phone starts to ring تلفن شروع میکنه به زنگ زدن now I don't know what to do الان نمیدونم باید چی کار کنم everybody starts looking at me همه شروع میکنن به نگاه کردن به من all of a sudden همطوری گفتم یعنی suddenly یعنی ناگهان یهویی یه جا گفتیم the phone starts to ring یعنی تلفن شروع به زنگ زدن میکنه Everybody starts looking at me. همه شروع میکنن به نگاه کردن به من. نگاه کنید. یه بار بعد starts to اومده. فعل با to اومده. یه بار بعد ing اومده. And they weren't looking at you before. قبلا بهت نگاه نمیکردن. مونیکا میگه. چندلر میگه. Finally. سرانجام. بالاخره. I figure your figure out. یعنی میفهمم. متوجه میشم. I'd better. بهتره answer it بهتره جوابشو بدم and it turns out معلوم میشه که it's my mom which is very very weird که خیلی خیلی عجیبه because she never calls me بخاطر اون اصلا به هم زنگ نمیزنه اینجا ببینید figure اونجا گفتم یعنی figure out متوجه شدن وقتی میگه I'd better یعنی I had better میخوام یه چیزی بگیم بهتره این کار انجام بدیم به بعدش هم از فعل استفاده میکنم I'd better answer it بهتره جواب بدم Turns out یعنی معلوم میشه. Weird یعنی strange یعنی odd یعنی عجیب غریب. Weirdo هم یه آدم عجیب غریب و آدمی که عجیب باشه از آدمی زاد بدور باشه رو بهش میگن weirdo. Weirdo یه خورده مثلا offensive هم هست و ناراحت کننده هم هست. نباید به کسی بگیم طرف weirdoه. خب راس وارد میشه mortified هستش یعنی سرفکنده است. Mortified یعنی cause someone to feel embarrassed, ashamed or humiliated یعنی سرفکنده خیازدی یا سرفکنده کردن She was mortified to see her wrinkles in the mirror She was mortified یعنی سرفکنده شد خجالت زده شد وقتی wrinkle یعنی چین و چروک ها شد توی آینه وقتی دید خجالت زده شد جوی میگه This guy says hello I want to kill myself جایی میگه این مرد داره میگه سلام میخوام خودم رو بخوشم گای اونجا که گفتم یعنی به معنی مرد هم به معنی افراد از هر جنسیتی یعنی فقط مرد نیست زن هم میتونه باشه وقتی میگه گایز به معنی بچه ها تو فارسی میگه بچه ها بیا اینجا مثلا مثلا بچه ها نه یکی آدم کوچیک باشن خب I wanna kill myself در واقع یعنی I want to بچه I want to تو محاوره میگه I wanna مونیکا میگه Are you okay sweetie حالت خوبه اوکی عزیزم سویتی یعنی شیرین یعنی عزیزمه سویتی عزیزم خب راست میگه I just feel like یعنی احساس میکنم someone reached down my throat یه نفر دست کرده توی throat یعنی گلوم grabbed my small intestine grabbed یعنی یه دفعه یه چیز رو بگیری یه دفعه چیز قاپیده انگار my small intestine یعنی روده small intestine یعنی روده کوچیکم pulled it out of my mouth از دهنم کشیده بیرون and tied it around my neck و دور گردنم گره زده چندلر میگه کوکی میگه کوکی میخوای از این بیسکویت ها میخوای مونیکا توضیح میده explaining to the other توضیح میده به بقیه که کارول moved her stuff out today کارول که زنش زن راست هستش وسایلشو امروز برده بیرون یعنی چی وقتی move out میکنی یعنی از پا وسوسیت رو از خونه میبری بیرون moving که میکنی از پا کشی میکنی میاری داخل وسوسیتش رو برده بیرون خب تو قسمت بعدی بقیه این داستان رو که در واقع
مربوط به سریال فرنس هستش با توضیحات کامل ادامه میدم و میبینید که چه اتفاق افتاده بین راس و کارول و چی میشه که از هم دیگه جدا میشن. تو قسمت بعدی اونو ببینید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً این ویدیو رو لایک بکنید، به دوستاتون معرفی بکنید و کانال رو هم سابسکرایب بکنید. این اولین ویدیو از این سری هستش. امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. با کامنت هایی که بر من میذاریم به من کمک بکنید که بتونم این دوره ها رو ادامه بدم.